تاپیک شماره 7 پلاسما پروتئین باندینگ اند تیشو دیستریبیوشن اف دراگ. این تاپیک رو میخوام از دفترم بخونم. از اینجا شروع شده. گفته که دیستریبیوشن مکانیزمش چجوریه. برای که بفهمیم دیستریبیوشن مکانیزمش چجوریه باید بفهمیم که آیا دارو پلاسما بیندینگ پروتئین داره یا اصلا به پلاسما باند نمیشه. پلاسما بیندینگ پروتئین آلبومینه که این های کانسنتریشن تو پلاسما حضور داره. آلفا وان اسیدیک گلیکوپروتئین ها، این اسمالر امانت هم اینجا نوشتم جزء پلاسما بیندینگ پروتئین، یعنی یه آلبومین و یکم آلفا وان اسیدیک گلیکوپروتئین. در رابطه با آلبومین نوشتم آلبومین باند میشه با اسیدیک دراگ اند لس ویت بیسیک دراگ. آلفا اسیدیک گلیکوپروتئین باند میشه با بیسیک کامپوند و نیوترال کامپوند. در رابطه با پلاسما بیندینگ پروتئین نوشتم که ترانس کوبالامید یا ویتامین B12، ترانسفرین که آهن رو جابجا میکنه و ترانس کورتین که کورتیزول رو جابجا میکنه، اینا همه احتمالاً پلاسما بیندینگ پروتئین دارن. بعد نوشتم پلاسما بیندینگ پروتئین ریورسیبل بیندینگ های دراگ کانسنتریشن cause the saturation and competition between drug for binding. پس اگه غلظت دارو زیاد باشه باعث میشه که اشباع بشه و رقابت پیش بیاد بین دارو و این پروتئینایی که بهش باند شدن و در نتیجه میتونه این saturation میتونه cause overdose، میتونه باعث overdose بشه. دراگ به علاوه پلاسما پروتئین نو افکت، یعنی اثر دیگه نداره، به دام افتاده، کانت گو تو تیشو، در انجا وارد بافت هم نمیتونه بشه. پلاسما بندینگ پروتئین نوشتم که ریزرویشن نمیتونم این لغت ها بخونم آف آن افکتیو دراگ، داروهای غیر مؤثر نمیدونم چی شد باعث داروهای ذخیره شده آنکه افکتیوشون نمیتونه تو تیشو بره. بعد نوشتم که های پلاسما بیندینگ پروتئین اسپسیفیک کانسیکوئنس داره. مثلا ما دو تا دارو داریم، داروی آ و داروی بی. داروی آ پلاسما بیندینگ پروتئینش 50%، بی 99%. این داروی آ معنی میده که قسمت فریش فقط 50%، درسته؟ و این معنیش اینه که فری 0%، اوکی؟ یا 1%. بعد نوشتم که اینجا پلاسما بیندینگ پروتئینش 55%. اون 99% دیگه. اون 99. بعد چرا نوشتم 40-95؟ بعد خلاصه نوشتم که اینجا small increase، اینجا big increase in free fraction. 91 بوده بعد شده 95-5، این 50-50 بوده بعد شده 40-60 فیری اسمال. بعد نوشتم که دیکریز این پلاسما بیندینگ پروتئین واسه توکسیک افکت میشه. حالا این یک درس کتاب بید. حالا اگر پلاسما بیندینگ پروتئین بیشتر از 99% باشه مهمه. چرا؟ چون onset of action is delay، onset of action تأخیر داره. این پلاسما بیندینگ پروتئین بیشتر از 99% elimination metabolism excretion is prolonged rate of elimination is slow. اگر پلاسما بیندینگ پروتئین بیشتر از 99% باشه حذف دارو طول میکشه، یعنی rate elimination slowه. long half life و half life درازی پیدا میکنه اگر TPP بیشتر از 99% باشه. بعد اینجا گفتم competition between drugs both high plasma binding protein can displace each other. Displace drug higher or toxic effects. High plasma binding protein مثل sulfonamide باعث مشکل در نئوسایت میشه. بیلیروبین به علاوه پلاسما بیندینگ پروتئین نوشتن نشم سولفانامید باعث میشه بیلیروبین از پلاسما بیندینگ پروتئین جدا بشه، در نتیجه سولفانامید 90 به حامله ها داد و بیلیروبین به مغز بچه میره و CNS پر میشه از اینا.
یه چیزی هم داشتن نام کرن ایکتروس، فکر کنم این بیماریه که تو بچه ایجاد میکنه. کرن ایکتروس یعنی بیلیروبین تو مغز بچه. های پلاسما بیلیروبین پروتئین ایف انی دیکریز آلبومین، اگه یه مقدار آلبومین کم بشه افکت اینکریز، اگر اینکریز آلبومین و افکت نه ایف انی دیکریز این آلبومین باشه اثر زیاد میشه، چون آلبومین نیست که دارو با آش باندش، و اگر آلبومین زیاد بشه اثر اون دارو کم میشه. این برای کیا صادقه؟ های کلاس با بیلدینگ پروتئین. بعد در رابطه با دیستریبیوشن نوشته که نوشتم که دراگ کن گو تو سی ان اس اور نات. بعد بپرسیم آقا دراگ میتونه بره تو سی ان اس یا نه؟ کدوم دارو میره تو سی ان اس؟ اونی که لیپوفیله، اونی که نمیره هیدروفیله. اونی که هیدروفیله پور پنتریشن داره، پور پنتریشن اون خود تدریج ضعیف. بعد نوشتم که فیزوستیگمین ترشیاری آمینه، به خاطر همین لیپوفیله میره تو مخ. و نئوستیگمین کواترناری آمینه هیدروفیله نمیره تو مخ. چرا؟ چون بار مخ نمیره ولی فیزوستیگمین میره. آره، چون نئوستیگمین نئو نه داره، نئوستیگمین نمیره تو مخ. اوکی؟ بعد نوشتم که پریفرال ماسل ریلکسنت ها not go to brain، تو مغز نمیرن. No central effect، برخواهمی اسمشون هست پریفرال ماسل ریلکسنت. پلاسما پروتئین بیندینگ اگر زیاد بشه again poor penetration to CNS. اگر هر چه پلاسما پروتئین بیندینگ زیاد بشه تو مغز کمتر میره. اوکی؟ بعد اینجا یه شکل کشیدم، نوشتم که این اندوتلیومه، این برینه، اینم پلاسماست. اوکی؟ دارویی که لیپوفیله وارد برین میشه، اونی که لیپوفیله اول و لیپوفیل دوم امکان داره با پی گلیکوپروتئین کامبک بشه. یعنی هر دو لیپوفیل عملی امکان داره با فقط با پی گلیکوپروتئینشون کامبک بشه. بعد نوشتم که لوپرامین که آنتی دیورتیکه و برای اپوید سینتزیز لیپوفیله، ولی تو مخ نمیره چون پمپ بک میشه، به خاطر همین پین کیلر نیست. درسته که لوپرامید یه سینتتیک اپویده، یعنی باید ضد درد باشه، ولی نیست. چرا؟ چون نمیتونه وارد سی ان اس بشه، چون پمپ بک میشه توسط پی گلیکوپروتئین. پی گلیکوپروتئین بلاد برین بریر نوشتم لک آن گیون پلیس، یه منطقه ای تو مغزمون بلاد برین بریر نیست. بعد معلم گفته کجا؟ جواب داده این ده ایریا پست رمان آن ده برین استم. نوشتم در اینجا حتی داروهای هیدروفیلی میتونن وارد مغز بشن، چون فقط اینجا بلاد برین بریر نیست و وجود نداره. دیستریبیوشن کن گو تو فتوس اور نات آن پریگنم، اینجا وارد فتوس بشه یا نه. هیدروفیل دراگ و دراگای چارج دار نات گو تو فتوس، وارد فتوس نمیشن. لیپوفیل دراگ ها گو ایزیلی تو فتوس. اوکی؟ بعد نوشتم چی؟ سایز مولکول، مولکول سایز بیگ مولکول دونت پس پلاسنتا، اون مولکول های بزرگ از پلاسنتا رد نمیشن، مثل انسولین برای دیابت مادران حامله وارد فتوس نمیشه، در نتیجه هایپوگلایسمی میگیره و در بچه ایجاد نمیشه. هایپوگلایسمی در بچه ایجاد نمیشه. هایی چون انسولین نمیشه در بعد نوشتم که لیمیت فاکتور وجود داره. لیمیت فاکتور میگه های پلاسما بیندینگ پروتئین dont go to fetus، هر چه پلاسما بیندینگ پروتئین بیشتر وارد فتوس نمیشه. پی گلیکوپروتئین آن پلاسنتا پمپ بک اوت اند dont allow the drug to pass to go to fetus، و اجازه نمیده به دارو که وارد فتوس بشه. کی؟ پی گلیکوپروتئین. یعنی پی گلیکوپروتئین یه جورایی باعث لیمیت فاکتور شدن های پلاس با بیلدینگ پروتئین ها میشه. خب حالا مقایسه از تو کتاب ادامه بدیم. کتاب کو همونجا آره دیدی که حالا این تاپیک شماره 7 پلاسما بیلدینگ پروتئین و تیشو دیستریبیوشن آف دراگ تموم شد، ولی خب میشه گفت تقریبا هیچ نفهمیم واسه معلم توضیح بدیم.
در رابطه با متغیرهای مانیتورینگ داروها، ارتباط فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک در صفحه 75 کتاب کتزونگ، ما این جز با تو تاپیک قبلی ضبط کردیم، گفته کلیرانس. کلیرانس حالا یه تاپیک دیگه است، ما کاری بهش نداریم. ما اینجا میگیم حجم توزیعی. بگو حجم توزیعی یا حجم... همون انگلیسی نمیدونم. حجم توزیع ظاهری بازتابی از تعادل بین اتصال دارو به بافت ها و اتصال آن به پروتئین های پلاسما می باشد. اتصال به بافت ها موجب کاهش غلظت پلاسمای دارو میشه. اگه اتصال به چی پیدا کنه؟ بافت. بلش کن بچه را، بلش کن، گرمشه. ببینین یک آدمی وجود داره، تی بی لیک بمیرن. نگاش کن، فارماکولوژی میخونه به صورت اجباری. و بزرگ شدن حجم توزیع و اتصال به پروتئین های پلاسما موجب افزایش غلظت پلاسمایی دارو و کوچک شدن حجم توزیع میشود. پس یه بار دیگه میگیم، اتصال به بافت ها موجب کاهش غلظت پلاسمایی میشه و بزرگ شدن حجم توزیع. اوکی؟ بعد داره ادامه میده، میگه اتصال به پروتئین های پلاسما موجب افزایش غلظت پلاسمایی دارو و کوچک شدن حجم توزیع می شود. از یا به بافت باند میشه یا به پلاسما بیل می پرد. تو پلاسما غلظت پلاسمایی زیاد میشه، حجم توزیع کم میشه، دیگه نمیتونه توزیع بشه. تو پلاسما گیر کرده یا تو بافت گیر کرده، غلظت پلاسمایی کم میشه. بنابراین تو بافت گیر کنه خوبه دیگه، ما میخوایم تو بافت گیر کنه دیگه. من دارم زبط میکنم، داره فقط منو هرس میده با سگا با هم. الهی بگم خدا چیکار، خدا به حق این وقت و ساعت مام بزرگ، به وقت این حق و به وقت این حق چرا نمیخونی بابا؟ چرا حق این وقت و ساعت؟ به قرآن هوا روشنه، شب میگه هوا تاریکه، حالا میگه هوا روشنه.